مود یا فشن چیه؟ چرا برای بعضی انقدر مهمه؟ و چرا بعضی ها زیاد بهش توجه نمی کنن یا حتی باش مخالفت می کنن؟ واقعیت اینه که چه ما دلمون بخواد چه نخواد، سبک لباس پوشیدن ما تا اندازه منعکس کننده هویت ماست، شخصیت ما و اون چیزی که در درون ما میگذره و تأثیر داره روی برداشت خودمون از خودمون و دیگران از ما. مود همیشه و در همه جا به چشم میخوره. مود میتونه فانکی، پانکی، تحریک کننده قدیمی و یا اصیل و اوریجینال باشه. اما آیا مود تا چه اندازه بیانگر واقعیت درون ماست؟ مود چیه؟ مود هنره. مود برای من یعنی همه چیز، یعنی آسمون، طبیعت و لباسهایی که میپوشیم، یعنی شخصیت ما. مود یعنی خود آدم، یعنی هر کاری که آدم بتونه واسه خودش بکنه. یعنی اقتصاد، یعنی وبلاگ نوشتن، لباس پوشیدن و کشف کردن فردیت خودت. مود برای من یعنی سبک زندگی و ایجاد بالانس. مود همه چیزه، مود همه جا هست و من فکر میکنم برای مردم لازم. مود یعنی خلاقیت، آزادی و دیوانگی. در سالهای اخیر بسیاری از کارشناس‌ها و محققین علوم انسانی صنعت مد رو به لنزی تشبیه کردن که از دریچه اون میشه درک جدید و متفاوتی از فرهنگ و هنر یک جامعه داشت و مکانیزم‌های تنظیم کننده فرهنگ و اقتصاد یک جامعه رو شناخت. با وجود اینکه واژه مد در درجه اول آدم رو به یاد پارچه و لباس میندازه، اما این واژه به هر چیزی که در طول زمان تغییر سبک میده، از جمله لوازم جانبی مثل کفش و مدل مو، زینت آلات، دکوراسیون محل کار یا زندگی و یا حتی موسیقی و فیلم و هنر هم میتونه اطلاق میشه. در طول تاریخ تغییرات عمده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظیر انقلاب صنعتی یا جنبش آزادی زنان با خودشون تغییرات قابل توجهی رو در زمینه پوشش و لباس به ارمغان آوردن. در سالهای قرون 18 و 19 میلادی، مد نماد طبقه و موقعیت اجتماعی بود. پدیده همیشه در حال تغییری که اون رو مد می‌نامیم، در پاریس قرن 19 هم توسط طراح لباس چارلز فردریک وورث بنیانگذاری شد. وورث که به عنوان پدر مد لباس زنانه معروفه، ارزش و مفهوم لباس رو در دل فرهنگ جامعه تغییر داد و اون رو به یک فرم هنری تبدیل کرد. اما در اوایل قرن 19 هم با اختراع چرخ‌خیاطی و تکنولوژی‌های دیگه‌ای که تولید انبوه کالا رو راحت کرد، مد هم به شکل یک صنعت واقعی تبدیل شد. امروز مد تلفیقی متنوع از سبک‌های قدیمی و جدیده و مردم شاید بیشتر از هر زمان در معرفی هویت خودشون در قالب پوشش شخصی احساس راحتی می‌کنند. با این وجود نگاه‌های قضاوت‌آمیز و کلیشه‌ای به سبک لباس پوشیدن اونایی که تلاش دارن مخالف جهت نرم حرکت کنن وجود داره و به نظر میرسه که عموم مردم گرایش به سبکایی دارن که با تبلیغات عظیم رسانه‌های جمعی از طریق ستاره‌های سینما و شخصیت‌های معروف بهشون القا میشه. کلئوپاترا برومند، طراح لباس و زینت‌آلات که در دهه 60 میلادی طرح‌های شرقی خود را وارد صحنه مد نیویورک کرد، از تجربه کار به عنوان یک طراح زن در سال‌های دهه 60 تا 80 میلادی نیویورک صحبت می‌کند. It's a difficult business. دنیای مد دنیای سختیه، خیلی سخته. درجه اول به عنوان یک زن ورود به این هیته مشکله.
در زمان من اگه شما زن مستقلی بودی که راه و هدفت برات روشن بود، نگاه جامعه به تحقیرآمیز بود. در حالی که یک مردی که درست همون کار رو میکرد، از دید جامعه فرد موفقی تلقی میشد. الان زنهای بیشتری در زمینه مد فعالیت میکنن، اما به نظر من دنیای مد همچنان دنیای مرد هاست. من در دهه 1950 شروع به فراگیری زبان انگلیسی کردم. در ایندیاناپولیس درس خوندم و بعد به انستیتوی تکنولوژی مد رفتم. در سال 1965 توی خیابون 56 منهتن بیزینس خودم رو شروع کردم. در اون زمان این کار زحمت بسیاری داشت. خب من بخش زیادی از موفقیت هام و مدیون مربیام هستم که در اون زمان خانم شرلی گودمن مدیر مؤسسه تکنولوژی مد بود که ایشون خیلی به من کمک کرد. خانم گودمن من رو با آقای برگد آف، مدیر فروشگاه برگد آف گودمن آشنا کرد که اولین مشتری من بود. اولین لباسی که طراحی کردم بر اساس عبای پدرم بود که سالیان سال در خانواده مونده بود. پدرم اصولاً لباس‌های قشنگی داشت و منم عبایشون رو کپی کردم. با پارچه‌های رنگارنگ به ویژه با سیلک دوباره سازی کردم و این سبک برای برگد آف گودمن خیلی جذاب بود. بیشتر مشتری‌هام فروشگاه‌های بزرگ بودن، اما مشتری‌های خصوصی هم داشتم که بعضی‌هاشون اشخاص معروف و سرشناس مثل خانم کندی و یا بعضی از ستاره‌های سینما بودن. جنس لباس ها امروز دیگه مثل سابق نیست. من خودم همه لباس هام رو در ایتالیا تولید میکردم. وقتی مجبور شدم در آمریکا کارهامو تولید کنم، به این نتیجه رسیدم که اصلا نمیتونم کار کنم، چون اینجا جنس ها خوب نبود. امروز یه لباس نو فقط 3 ماه کار میکنه. قدیم جنس لباس ها طوری بود که تا ابد میشد اونها رو پوشید. لباس ها کلاسیک بود. محله سوهو طی این چند سال اخیر به پاتوق خیاط و طراحای لباس تبدیل شده و فیفت اونیو یا همون خیابون پنجم منهتن که همیشه منبع فروشگاه‌های لباس طراحای معروف از سراسر دنیا بوده. اما یه لباس فروشی تاریخی دیگه هم در خیابون سنت مارک پلیس در محله ایست ویلج منهتن وجود داره که از زمان شروع جنبش موسیقی پانک راک تا به امروز در اونجاست و خیلی از آرتیست ها و خواننده های معروف از اونجا خرید میکنن. این مغازه معروفترین مغازه لباس فروشی سبک راکن رول در دنیاست. الان 40 ساله که اینجاست. مشتری های ما از بر و بچه های محله برانکس گرفته تا خواننده ها و هنرپیشه های معروف دنیا هستند، چون جنس های ما واقعی هستند. این اعتبار ماست که باعث شده تا امروز اینجاییم. نمیخوام بگم به خاطر مده، چون اینجوری محدود میکنمش. این در واقع روح موسیقی راکن روله که بهش اعتبار داده. ما لباس تن مردم نمیکنیم، بلکه واقعیت درونشون رو ازشون میکشیم بیرون و به شکل لباس به تنشون میکنیم. طی چند سال اخیر فرهنگ خرید لباس دست دوم و وسایل دست دوم بین خیلی ها توی نیویورک مرسوم شده، به ویژه بین جوونا. یه اتفاق جالب دیگه هم که میفته اینه که آدما وسایل خونه‌شون رو که دیگه نمیخوان، به جای اینکه بندازن دور، میذارن دم در خونه‌شون توی خیابون و آدمای دیگه همون وسایل رو برمی‌دارن و میبرن خونه‌شون و ازش استفاده میکنن. لباس‌ها صاحب عوض میکنن. کیف و کفش‌ها از کمد یه خونه به کمد خونه دیگری منتقل میشن و حتی کمدها و کاناپه‌های دور انداخته شده یه خونه به مبلمان محبوب منزل دیگه مبدل میشن. با بحران اقتصاد جهانی و البته بالا رفتن سطح آگاهی مردم نسبت به محیط زیست، مد روز هم مفهوم جدیدی پیدا کرده و تعداد افرادی که به دست دوم فروشی ها رجوع می کنن روز به روز بیشتر می شه. این روند که در آمریکا شروع شده با سرعت در گوشه و کنار دنیا شیوع پیدا کرده و انجمن های حفاظت از محیط زیست مدام مردم رو به بازیافت کالاها و استفاده مجدد از اجناس دورافتاده تشویق می کنن.
بیکنز کلازت یکی از معروفترین فروشگاه های اصطلاحاً تاناکورا در محله ویلیامزبرگ واقع در بروکلین نیویورک که نه تنها پاتوق جوانای محله بلکه به یکی از جذابیت های توریستی منطقه هم مبدل شده و کسی نیست که گزارش به ویلیامزبرگ بیفته و سری به اونجا نزنه. قطعا سلیقه مردم با همدیگه فرق داره و گاهی هم با گذشت زمان عوض میشه، چون که صنعت مد مدام در حال تغییره و سلیقه مردم هم با مد عوض میشه. مشتری های ما از طیف متنوعی تشکیل شدن که به دلیل همین تنوع اجناسی که به ما میفروشن خیلی با هم فرق داره. از نوجوان ها سراغ ما میان تا 50-60 ساله ها. من از بروکلینم، اینجا بزرگ شدم و 90% چیزامو از همینجا میخرم، ولی امروز اومدم چند دست از لباسمو بفروشم. شاید بشه گفت پراپاقرصتری مشتری های فروشگاه های تاناکورا رو دانشجوهایی تشکیل میدن که عمدتاً به علت عدم توانایی مالی و البته تک بودن این لباس ها از دست دوم فروشی ها خرید میکنن. تقریباً 40% لباس هام دست دوم هستن و اکثرشون رو هم از بیکنز کلازت خریدم. راستش لباس جشن فارغ التحصیلیم رو از یکی از همین دست دوم فروشی ها به قیمت $20 خریدم. بسیاری هم با وجود اینکه امکان خرید لباس های مارکدار و گرون قیمت رو دارن، اما عمدن به دست دوم فروشی ها رجوع می کنن تا از تولید انبوه پوشاک حمایت نکنن. صادقانه بگم اصولا خودم رو یه دست دوم پوش نمیدونم، اما به طور کلی ترجیح میدم لباس نو نخرم، چون که احساس میکنم دنیای ما نیاز به تولید پوشاک جدید نداره. من شخصا میتونم به راحتی نیاز پوشاکی خودم رو با اونچه که قبلا تولید شده تامین کنم. اما ایده بازیافت فقط به لباس محدود نمیشه. خیابون بدفورد در ویلیامزبرگ به محله هیپیا و هنرمندای جوان معروفه. ساکنین این محله مدام در تلاش برای حفظ کاروکاسبیای کوچیک خودشونن و با شیوع فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای مبارزه می‌کنن. من فکر میکنم این کار رو خیلی ها انجام میدن، یعنی خرید وسایل دست دوم اینجا همیشه پرطرفدار بوده و همیشه آدم‌هایی وجود داشتن که وسایل دست دوم می‌خریدن. ما با تیم‌های فیلمسازی هم زیاد کار می‌کنیم که میان اینجا از ما وسایل اجاره می‌کنن. اگه حوصله گشتن توی این سمساری ها رو داشته باشین، معمولاً با هر چیزی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برخورد میکنین. مثلا مثل این اسکنر قدیمی یا عکسای خصوصی مردم از آلبومای خانوادگیشون. شاید قبلاً خرید و فروش وسایل و لباس دست دوم ذهن آدم رو به قشر تنگ دست جامعه معطوف میکرد، اما امروزه با بالا رفتن سطح آگاهی مردم نسبت به آلودگی محیط زیست و کاهش روزافزون ذخایر موجود در زمین، حتی گروهی از قشر مرفه جوامع مدرن هم به فکر بازیافت افتادن و از این فروشگاه خرید میکنن. در ضمن اغلب این فروشگاه توسط مؤسسه های خیریه اداره میشن، بنابراین مردم با خرید از اونها گذشته از رفع نیازهای شخصی خودشون هم کار خیر میکنن و هم دین خودشون رو به طبیعت و محیط زیست ادا میکنن. البته صنعت مد یه روی دیگه ای هم داره که شاید کمتر بهش اشاره میشه، جنبه تاریکی که درش موارد جدی نقض حقوق بشر به چشم میخوره. بسیاری از فمینیست ها معتقدند که صنعت مد با تنگ کردن الگوهای زیبایی به وسیله شرکت های تجاری بزرگ، زنها رو تحقیر و از اونها استفاده ی کالایی میکنه. در این میان جنبش های مدنی هم به راه افتادند که تلاش دارند عموم مردم را از نقض حقوق بشر در صنعت مد مدرن آگاه کنند. یکی از این جنبش ها کمپین لباس تمیز یا Clean Clothes Campaign هست. سال 2013 برای کمپین سال مهم و قابل توجهی بود. همونطوری که خیلی ها میدونن، ساختمون میدان رعنا در بنگلادش فرو ریخت که درش 4 کارخونه پارچه بافی وجود داشت و برای بسیاری از کمپانی های معروف دنیا پارچه تولید میکردن. کمپین لباس های تمیز سالها بود که در جهت بهبود شرایط محیط کاری کارگرها در بنگلادش فعالیت میکرد. قبل از اون هم آتش سوزی ها و خرابی های مشابه دیگه در اونجا اتفاق افتاد
شده بود و وقتی حادثه رعنا اتفاق افتاد با وجود اینکه بهای سنگینی پرداخته شد اما ما بالاخره موفق شدیم خواسته هامون رو به کرسی بنشونیم، کاری که سالها براش تلاش می‌کردیم. ما در ماه‌های اخیر کمپین‌های زیادی در سراسر دنیا انجام دادیم و کمک‌های زیادی هم از سوی سازمان‌های مختلف و گروه‌های مدنی چه در اروپا و چه در آمریکا و بنگلادش دریافت کردیم. امیدواریم بعد از این پیشرفت‌های لازم در بنگلادش انجام بشه، اما فراموش نکنیم که مشکلاتی از این قبیل در خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم وجود داره. کارگرها هنوز با مشکلات زیاد دیگه‌ای به صورت روزمره مواجهن. و اما در بخش بعدی این برنامه نگاهی به هفته مد نیویورک می‌اندازیم که در ماه سپتامبر امسال برگزار شد. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.